نشست علمی روزانه آیت الله لزما سی صادق حسینی شیرازی روز شنبه 23 محرم 1446 قمری برگزار شد و معظم له در این نشست به سوال‌های حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله لزما شیرازی در رابطه با مفهوم شاعر الهی فرمودند برای شاعر الهی در قرآن کریم دو نمونه ذکر شده اما معنای آن بیان نگردیده است یکی نهر شتران فربه در آیه سی و سوره حج و دیگری سعی صفا و مروه در آیه سر م سوره بقره, بقره قرآن کریم هر دو را از شاعر الهی می شمرد معظم الله در رابطه با راه تشخیص شاعر الهی فرمودند از آنجا که برای فهمیدن معنای شاعر الهی شارع و معصومین علیه السلام برای آن معنای ذکر نکردند باید به عرف مراجعه نمود تا متوجه شویم در نزد عرف چه چیزهایی موجب تعظیم و تجلیل است و به آن شاعر گفته می شود ایشان در ادامه فرمودند در گذشته مواردی همچون قبه و بارگاه و ذریح وجود داشته اما همکنون در نزد عرف به چنین مواردی تعظیم شعار الهی گفته می شود آیت الله لزما شیرازی تاکید فرمودند هر گونه تعظیم و تجلیل اهل بیت علیهم السلام به ویژه برای امام حسین علیه السلام چنانچه از محرمات نباشد تعظیم شعار الهی است با هم فرمایشات آیت الله لزما شیرازی را ببینیم و بشنویم شعائر يعني شنو؟ بالقرآن مو موجود. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر شعائر يعني شنو؟ فاطمة الزهراء سلام الله عليها، أئمة أهل البيت عليهم السلام ما ذكروا شعائر يعني شنو؟ عد لا يؤخذ من العرف. كل شيء عد تعظيما لأهل البيت عليهم السلام، تعظيما للحسين عليه السلام، تجليلا ولم يكن هو من المحرمات عموماً أو خصوصاً هذا يكون من الشعائر. أتفارق ماكم؟ مو لازم إلا قبل أكو.